من یادم یک شبی پدر دیر وقت از جلسه اومدن، از مسافرت اومدن و خوابیدن، حدود فکر میکنم یک ساعت دو ساعت بعد رفتن برای گزارش دادن به شهید سلیمانی، چون تمامی کسانی که در محور مقاومت فعالیت میکردن به شهید سلیمانی بزرگوار گزارش میدادن. پدر برای گزارش به شهید سلیمانی رفتن نزدیکای اذان صبح، باعث شد که ایشون در تمام طول زندگیش خودش رو وقف انقلاب و کار جهادی بکنه. طبق پیامی هم که حضرت آقا دادن به کار جهادی، یعنی سفیر جهادی اشاره کردن و اینکه پدر چقدر حس مردم دوستانه داشت. ایشون از اول جوونیشون توی هیئتی که داشتن، این هیئت تبدیل شد به مسجد، الان بعد از سالها، یعنی سالهاست که توی اون مسجد به نام موکب شهیدان ایرلو دارن کار جهادی میکنن و همین رو نه تنها در ایران، در یمن هم اجرا کردن با هزینه های زیادی که عربستان برای نابودی یمن دارن میکنن، روزانه 200 میلیون طبق آماری که ما داریم و سالانه 72 میلیارد دلار دارن هزینه میکنن. خب کار جهادی کردن اولین بار در یمن اتفاق افتاد. در همین ماه رمضان امسال پدر در یمن بسته ارزاق توزیع کردن بین کسانی که به صنعا پناه آورده بودن. یعنی نه تنها کار جهادی رو ایشون در تهران آغاز کرده بودن و در محله مادریشون، بلکه در کشوری که سفیر بودن همین کار رو کردن. عرضم به خدمت شما که ایشون تمام جبهه مقاومت رو گرفته بودن و خیرشون به تمام جبهه مقاومت میرسید، بالاخص یمن، چون خدمت به مردم یمن رو مقدم سازی ظهور میدونستن. پدر یعنی قبل از اینکه به یمن برن، شهید سلیمانی توی یک جایی که ما جمع بودیم، خیلی از مقامات هم بودن، خانواده ما رو جمع کردن و نوید این شهادت رو به ما دادن و از مادر بنده به مادر بنده گفتم که من نوید این رو میدم که اگر حاج حسن آقا برن به یمن دیگه بر نمیگردن و شهید میشن. و ایشون ارتباط قوی با شهید سلیمانی داشتن، به طوری که این گزارشاتی که زمانی که تو این 8 سال تو جبهه مقاومت کار میکردن و شهید سلیمانی زنده بود میدادن، بعد از شهادت هم پدر گاهن خودشون به ما میگفتن که خواب شهید سلیمانی رو میدیدن و در خواب به ایشون گزارش میدادن و شهید سلیمانی از ایشون گزارش میخواستن و با ایشون مشورت میکردن.